تو پادکستیا همه حرفا داره زب میشه گفتم بدون با ایکس هم کات کردم و آخر رابطه جنسی من داشتم دختر ایرانی دختر اوکراینی دختر آلمانی پول در بردی؟ 5 دلار 5 دلار چه وزشه؟ سلام برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم با دانیل از آلمان آقا میخوایم راجع به رابطه و دختر و پسر صحبت کنیم و من بیشتر فوکس هم میخوام روی پسر رو بذارم از صمیم قلب شاکی و ناراحتم برای پسرهای امروزیمون من تورنتو بودم به تازگی و تو تورنتو تو زندگی چند نفر وارد شدم دیگه ناخداگاه میری میبینی رابطه ها رو میبینی اینا آقا واقعا متاسفانه پسران همه تو سری خورین چرا انقدر بیورزین من نمیفهمم اگه خودم نکرده بودم هنوز حرفم درست بود یعنی یه موقعی که میدونی بهتون میگه آقا بیورزی خوشم بیورزه است بعد میگه آتا که بیورزی من الان خودم زندگیمو کنترلش رو دارم عالی بلند میشم میرم تورنتو واسه چهارده روز تنها با دختری که تو اونلی فنز داره میرم اونجا خونش مهمونی امه. خانوم هم زنگ میزنه میگه کجا میری دارم می خونه فلان نه که قایم کنم میدونی من کردم این کارو حالا یه چند تا چیز میز دیدم مثلا میگم من با یکی قرار داشتم حالا جهنم من قرار داشتم من،, من, به گور پدر من طرف خیلی دلش میخواست اون کار انجام بده پیشنهاد اون بود من من میخوام این کارو کنم اون این افا. بعد اون روز زنگ زد من که من نمیتونم بیام چون دوست دخترم مامانش حالش خوب نیست من باید اونجا باشم بعد الان دارم میرم داروخانه اینو بگیرم الان دارم میرم این کارو بکنم بعد که زنگ زدم باهاش صحبت کردم مثلا اتفاقی که افتاد که مثلا یا آه حالم خوب نیست رفتی دکتر دو ساعت تو بیمارستان بودی دکتر گفت آقا مثلا میگن. ما من نمیدونم گفت ادویل بخور مسکن فلان بزن <applause> تو همین داروخانه نمیگیری میای یعنی تو کارو 100 200 300 تمومش کنی به سه نفر هم احتیاج نیست اگه مثلا من اونجا باشم دیگه لازم نیست دوست دختر منم بیاد اونجا میگم نه دیگه تو برو به کار برس مثلا میگم و بعد اون دوست دختر من... مثلا زن من الان روسیه یه یارو اومده تو روسیه یوتیوب میسازه زن منم عاشق یارو دلش میخواد بره با اون یارو دختره که یوتیوبر روسیه یه ویدیو درست کنه بعد من میگم که نه نرو چون که مامان من حالش بد شده به جای که من بلنشم برم قرص بگیرم بدم بهش تو برو قرصو بگیر خب این اون کارو میکرد بعد گفتم که چه راحت مثلا یارو برنامه‌شو میریزه به هم واسه چیزی که اگه مثلا یارو مریض بود افتاده بود چیزی شو یه خبر جدید میاد بود آره میفهمم ما با پوبان کنسرت داشتیم دیگه پولم دادیم بعد خانواده پوبان حالش بد شد کنسرت رو کنسل کردیم پولم به فنا رفت ولی آدم میفهمه موقع اتفاقی میافته میگه قبوله ولی سر این که مثلا یه خود احساس خوبی ندارم فشارم افتاده یا اصلا مریضی بدی گرفتم سرما خوردم یه هفته قرار بود سگ سرفه کنم دلیل نمیشه که اصلا زندگیشو عوض چون دوست دخترم اینو گفت باید. پسرم وقتی طبعا. به من زنگ میزد اینجوری نبود که میگه سوهیل من از سمیم قبل نگرانم اصلا نمیتونم با تو حرف بزنم اون زمین زمین گفت مادر سگ الکی افتادیم اینجا گیر باید برم الکی اینوری وری کنم بذار برم بینم میتونم. میتونم بپیچونم اینجوریست که مثلا من حرف دل من حرف دل, منه. حرف دل من متفاوته. اون متفاوته اونم دلش میخواست بگه آقا به من چه ربطی داره اصلا اولا اما تو دوست دختر هم میگه اصلا به من چه زرم چه نیستی دیگه جو نگیریم دیگه دوست دختر هم میگه که حالت بد شده به من چه برای زندگی تکر کن من دارم میرم دنبال زندگی خودم تکر کنم فرا صحبت میکنم و به من حال ما خوب بشه حالا تو این کار نکردی بوری دکتر قرصش هم گرفتی و ول بده دیگه نه منم بشینم اونجا چون میخوام منم اونجا باشم که احساس خوبی کنن که این هاش پچوده اونم اومده ببین من فکر میکنم که پسرها واقعا ضعف دارن تو این قضیه ضعف دارن بعد جور. اون قضیه خیلی بد خب و اینکه برای کنترل اون قضیه اصلا فکر نمیکنن چون من به رفقم میگم میگم آقا مغز تو اونجاست خب و اگر که اونو بتونین کنترل کنی ارادت قوی میشه خب من کاری که مثلا من دارم میکنم اینه که من نزدیک سه ماه پیش سه،, سه و نیم ماه پیش با ایکس هم کردم و آخر رابطه جنسی من داشتم و به خودم گفتم دانیال چرا الان باید بری با یکی بخوابی که اون قضیه رو کنترلش کنی یعنی حزمش کنی خب اینجوری آسیب می‌بینی تصمیم گرفتم اینو کنترلش کنم خب تا الان دختر ایرانی دختر اوکراینی دختر آلمانی دختر هر ملیت های مختلف الان امشب یه دختر لاتین اومده بود خونم من اصلا بهش دست دادم نه چیزی با هم میریم باشگاه تمرین کنیم همه چی اوکی خب و یه چالش واسه خودم درست کردم تو این مدت این کارو نکردم با اینکه میتونستم این کار رو انجام بدم و حسی که میدونم همه پسرا هم بهش حد دقیقا رسیدن اینه که آقا تو میتونی مثلا نیاز جنس تو برطرف کنی ولی این کارو نمی کنی به دلیلی که تو رو خودت کنترل داری و این حسی که داری خیلی قشنگتر از اینه که رابطه جنس تو برقرار بکنی و بعدش تموم بشه و رو خودم دارم کار میکنم الان اراده من خیلی قوی تر شده مثلا هورمون اکسیتوسین آقا هورمون اکسیتوسین تو سکس تولید میشه درسته چی خب هرمون ها. اکسیتو آره و راه های دیگه رو پیدا کردم میرم باشگاه تمرین میکنم میرم دوستای رفیق رفیق آره میرم بغلش میکنم ولی... با حرف میزنم میدونی آروم میکنم میگی خودم. من از این کارا که نکردم این چیزا به اون کاری که من دارم میگم ربط نداره تو داری میگی یه جوری کنی شومولتون کنترل کنی من میگم آقا شومولتون هم کنترل نمیتونی بکنی زندگی تو کنترل کن من نمیفهمم چرا یه آدم نه یه آدم همه یه دونه زر و مرد من آقا. نمیبینم بغل هم باشن خوشحال باشن همه دارن همدیگه رو جر میدن بعد همه زنه داره این نمیشه اون میشه مرده اینو میخواد مثلا یه دونه خونه یه نفر رفتم ببین آخر... فیلم نگاه میکشم اینا با هم وصلن باید گوش بده باتن. اینا هم یارو خب. شبو فیلم نگاه میکرد زنش در اتاق باز میذاش بعد میگفت صدا میاد و من که خب چرا در اتاقو نمیبندی کولر که خونه داره نمیگه که هوا گرم میشه اتاق که پنجره که داره فن که وجود داره چرا در تو نمیبندی منطقه چیه بعد مثلا اگه من تلویزیون رو داری مثلا 20 نگاه میکنم این بنده خدا رو 6 نگاه میکرد بعد زنش میگفت چرا انقدر بلند نگاه میکنی بعد من گفتم خب خانم که بعد بفهمه که آقا دیگه ش... کسی که من تلویزیون ساخته از یک تا صد باشه 6 و منظورش صدای زیاد نبوده پس تو یه مشکلی داری دیگه که صدا رو زیاد میشتمی گوشات مثلا رابین هود من نمیفهم مشکل چیه چرا نمیگی گوشی بذاری تو گوشت واسه اینکه شوهرتو خوشحال کنی چرا بعد مهم نیست منطقه دیگه که خب من گوشم حساسه درم هم دوست ندارم ببندم دلم میگیره تو به جواب میگم کار میکنه ولی به نظرم من منطقی نیست برای بلند مدت نه همشون بلند مدت هم اتفاقا مشکلی که همشون هم داره کار میکنه چون یکی داره فقط زج میکشه یه رفیق دیگه هم رفتم خونش نرفتم خونش رفتم پیشش تو رستوران داشتیم هم حرف میزدیم گفتم که چرا از بغل جایی که کار میکنه به من دیدمش گفتم چرا یه شنبه کار میکنی مگه تو ما فکرم فقط تو کار تو هفته است گفت نه من هر رو کار میکنم ولی به خاطر این نیست که کار بکنم به خاطر اینه که, این که میخوام مشروب بخورم ببین دل من تو یه لولی شکست که تو نمیتونی بفهمی این آدم دلش میخواد روزی اکس اماونت مشروب بخوره کنترلش هم داره تو لولی که پلیس میگیرتش نمیفهمه مثل من که هر روز دارم گل میزنم اگه توی نوعی بیای مثل من گل بزنی روز دوم اصلا اسم مامان تو یاد میره و رو من اتفاق نمیفته پس اگه تو بیای به من بگی گل نزن اسم ننه تو یاد رفته میگم چطور به من نگو من اون آدم نیستم او تو فرق داری تو تو هفته وجود افته آره شور هر چی میخوای بگی من هستم. اینم حالا تو این دنیا تو مشروب اینطوریه چقدر درآمد داره در سال دو نیم میلیون دلار در سال درآمد داره یعنی ماهی 200 هزار دلار میذاره جیبش سودا نه که درآمد profit. یعنی یه آدمیه که دو هر استایلی که هست حالا میخواد بهش بگو مس میخواد بهش بگو ورزشکار هر استایلی که ده هست به 200 دلار دو پول رسیده در ما که تو بازی دنیا که هست تو بازی دنیا جلو افتاده از اون ور داره جلوتر هم میره همه چیش داره خوب پیش میره هیچ چیش یادش نمیره اتفاق احمقانه زندگیش نمیافته باشه بگم چرا این نباید زنش بفهمه که این مشروب دوست داره بعد بیاد تو آفیسش بگه او تو آفیس مشروب میخوری مشروب داغ که حال نمیده بذار برای دست و یخ بخرم برات کادو آوردم شوهرم بذاره تو آفیسش بگیر دست و یخ بریز <applause> یه دونه چیزی ب... که به مشروب داشته باشه بده بهش به حال کنه اصری که میره خونه یه مشروب خفن برش درست کرده باشه اینو یاد گرفتم اینو تیک تاکش کردم اینو رسپی جدید آنلاین پیدا کردم ببین دوست داری چون میدونم تو مثلا اینو اینو دوست داری گفتم اینم از اونا توش داره این بخوره چرا این عشق نیست این که داره رو میخوره پس اون خانم هیچ سودی نکرده از اینکه این یارو رو خونشو کرده تو شیشه ننشو سرویس کرده به اون چیزی که میخواست نرسیده من یه موقع از پاشه میره بیرون هروئین میزنه در اتاقو میبندم روش در قفل میکنم نمیتونه بیرون هروئین بزنه پس من بردم با وحشیگری و احمقیت هم من بردم پاشا رو زج دادم ولی پاشا هروئینی نشد ولی اگه پاشا هر روز میاد در اتاقو میگم میبینم افتاده رو تخت داره از یه جایی هروئین زده من روز سوم بعد کارو بیخیال شم دیگه میگم آقا بیا دیگه رو تخت بخواب راحت بزن بیا من بهت نیدل تمیز بدم رو زمین استفاده نکن از کجا میخری سالمه دیگه بعد برم راه بعدی که دیگه ببینم اوکی نمیشه این یارو 10 سال خونه نکرده تو شیشه این اینم ده ساله داره هر روز مشروب میخوره پس تو گوه نمیخواستی اچیف کنی ا... کاری هم که تو مغزت میخواستی اچیف بکنی بهش برسی ارزش نداشته بهش برسی چون بهش نرسیدی همه چی خوبه یارو خوشحال زندگی داره میره جلو پولو داری در میارین بچهتون رو دارین همه چیتون داره میره جلو پس هم. اون چیزی که تو میخواستی به نظرت بد بوده و اینا همش مزخرفات تو سر تو بوده بهش هم که نرسیدی پس یه چیزی به این مزخرفی و بی‌دلیلی و بی‌ارزشی و تو اومدی گوشی رو سر یه مرد یه مردی که انقدر کیپوله این مرد بدبخت بیورزه داره همینجوری زجر میکشه که بریزه رو سرش خب این درست ببین. نیست من فکر می‌کنم که اون آدم اومده نقطه ضعف اون مرد رو پیدا کرده و دست گذاشته رو خب و این دو تا موضوع ها خب یکی درک متقابله خب که طرف باید درک بکنه بفهمه که این چی میخواد یه کاری بکنه که خوشحالش بکنه نه اینکه اصلا به یه برش بگیره خب من فکر میکنم این موضوعه و یه موضوع دیگه این که نقطه ضعف نقطه ضعف های رو پیدا میکنن یکی بالاخره غالب میشه یکی انقدر نقطه ضعف پیدا میکنه که دیگه از افسار طرف مقابله میگیره دستش و اون طرف مقابل دیگه افسار زندگی خودش هم از دست خودش خارج میشه یعنی همه همه کار میکنه واسه اون طرف خب هب... پولش میگذره از زمانش میگذره از همه چیش میگذره که فقط مثلا اونو داشته باشه چرا به خاطر اینکه نقطه ضعفش قشنگ تو انگشتش قشنگ تو دستش اینجوری گرفته شل میکنه مثلا طرف بهش توجه میکنه خوب. همه دبول. که دبول. برعکس فشار میکنه ولی الان وقتی من یه پسرم اینو میفهمم باید باش به جنگم نه باید بگم اوکی بس بریم جلو باید بفهم اوکی اینو خضاف من رو داره این کار میکنه برای همین احساس بدی دارم میکنم پس شروع کنم باید جنگیدم من هیچ پسر یه نمیدم به جنگه همه پسر این یه چی زندگیته من میدونی که یه اتفاق میفته انقدر اون پسر به میده انقدر تو رابطه ها به میره تا اینکه اون به گایش انقدر زیاد میشه که تو اون نقطه میفهمه من خودم من خودم رو میگم خب حالا نمیگم بقی. من خودم تو روابطم آسیب دیدم تو آخرین رابطم بیشترین آسیب رو دیدم اشتا به, به رفتم آدم گفتم دانیال چرا مثلا انقدر خرابکاری کردی چرا همه زندگی تو واسه طرف گذاشتی چرا از خودت انقدر گذشتی میدونی به خاطر اینکه من تو زندگیم خب مهاجرت کردم اومدم آلمان یه سری چاله های بزرگ دارم تو زندگی مثلا خانوادم نیست و اینا و خب طرف مقابل میدونست و نقطه ضعف های منو پیدا کرده بود قشنگ فشار میداد و دیگه تا یه نقطه تا یه نقطه رسیدم که مثلا مثل میمونه که آب رسید به اینجا خب اونجا بودش که دیگه رها کردم اونجا بودش که فهمیدم من تو روابط قبلیم چقدر مثلا سوتی میدادم چقدر اصلا به یه ورم بود خب و شروع کردم وقت به خودم گذاشتم فکر دنبال مشاوره رفتم پیدا کردم که این مشکلات حل بکنم در مورد مشکلات با, دوستام حرف زدم گفتم ببین من این ضعفان بوده تو این رابطه این سوتیا رو دادم این ضررار رو کردم خب همش جبران میشه ولی با دوستام صحبت کردم اومدم حلش بکنم و پسرا من به نظر من پسرا هم انقدر توی رابطه میرن انقدر آسیب ببینن تا یه نقطه از همشون نه تا اینکه بالاخره میگم اول کن تا اینکه بل... باید دوستای اطرافت هم آدمای خوبی باشن که کمکت کنن دور بهت بگن من خدا رو شکر چهار تا دوست خوب دور برم داشتم بهم میگفتن من دوستام بهم میگفتن نمیفهمیدم وقتی که خودم چاغال بودم دوستام که به بهم میگفتن چون نمیدونستم حقیقتو دارم میگن یا نه بعد یه جوری به طرفم میرسی و طرفم میگفت دوستات حسودی و حسودی میکنن میخوان رابطه رو خراب کنن هر یه شروری میگفت که میگفتم خب میتونه این باشه بعد من بیخیال میشدم وقتی هم که دخترم میفهمید من دارم حساس میشم واسه یکی دو ما رو جمع میکرد مؤدب رفتار میکرد تو طرفه من دوره میافت تو پاچم من برای همین میخوام اینو بگم آقا خوشحالی شما مهمتر از خوشحالی دختر است برای دخترم همینطور واسه همین دو نفر باید با هم مچ بشن که خوشحالی یکیتون خوشحالی اون یکی هم بشه داستان بازی نیستش که یکی خوشحال باشه یکی ناراحت الان منو النا با هم فیلم میبینیم خوشحالیم با هم غذا خوشحالیم با هم مسافرت خوشحالیم با هم زیر توالت داریم توالت رو میکنیم با هم خوشحالیم پیچو می‌گیره میخندیم با هم دیگر. میفهمی چی میگم رابطه ها ولی میخنم ولی میخنم میخوام، ولی میخوام بهت بگم قبل از النا تو روابطی رو داشتی که توش آسیب دیدی همینو میگم میگه من میخوام اون کسی که آسیب ندیده از یه نفر بشنوه که بدون آقا بدون آسیب بگیره. هم میتونه این کارو بکنه بگیره. چون منم ترجمه میزم در اختیار تو دیگه اگه ناراحتی برو الان یه دونه نوشابه بردار رو بکن تو باسن بگو رابطه اول حتما نباید بره تو پاچت دیگه وقتی که داره بهت میگه آقا اینجوریه اینجوریه دارم بهت میگم من همه رو دیدم رو دیدم نمیدونم خود دیدم بابا پولدارشو دیدم وصلشو دیدم حزب رو دیدم آقا زن اگر تو رابطه با تو مچ نباشه مادر مغز تو رو عروس میکنه هر چنسی که بگیره دهن تو سرویس میکنه مریضه من رو. یه راحل بدم بگو یه راحل بدم به همه پسرایی که همین الان دارن ویدیو من نگاه میکنن یه راحل خوب میخوام بدم خب اون اینه که شما یه رفیق جنس مهندس داشته باش کسی که مثلا دنبال این نباشه که بخوای باهاش سکس بکنی یا هر چیزی یه رفیق داشته باشی که مثلا باش حرف بزنی اعتماد بکنی خب موقعی که تو رابطه هستی خب دوست دخترت مثلا حس میکنی که داره به تو آسیب میزنه برو به خود بگو اوکی من این موضوع رو از یه دختر میپرسم که ببینم واقعا چون از پسر بپرسی نمیتونه اینو خوب جواب بده اینو از دختر میپرسم ببینم از دیدگاه اون واقعا این کاری که داره میکنه درسته یا نه من این کار انجام دادم یعنی من تو رابطه آخری که بودم یه رفیق دختر داشتم یکی دو داشتم و در مورد مثلا آسیبایی که میدیدم میرفتم می گفتم ببین به نظر تو خواسته من از این آدم زیاده توی که مثلا دختری به نظر تو اشتباه خواسته من و اونم به من میگفتش که نه ببین اون دختر کارش اشتباهه داره مثلا به تو آسیب میزنه ذهن منو باز میکرد بعد من اینو به رفیق پسرم که میگفتم اونم همینو میگفتا ولی رو مغز من حرف دختر خیلی بیشتر تاثیر میذاشت برای همین این ترفندی که میگم ها نمیدونم نظرتو چیه ولی من فکر میکنم جواب میده حرف تو هم همین حرف من بود ترفندی نظری تو داری میگی که یکی بهت بگه تو باشور باش گوش بده مشکل اینه که مردم بیشور گوش نمیدن حالا چیزی که کیکر چیه تک تک این آدمایی که دارم من مثال میزنم اونی که گوشی نمیذاره اونی که فلان نمیکنه اگر روز اول روز اول که اون خانم اومد اتاق بیرون گفت اه صدا اینو کم کن میخوام بخوابم این میگفت گوه زیادی نخور برو کپ مرگ تو بذار من میخوام تیوی نگاه کنم تا آخر عمر دیگه راجع به این حرف نمیزدن این خانم پیدا میکنه که گوشی بذاره حالا نمیخواد به اون وحشیگری که من گفتم باشه ولی معمولا احتیاج داره چون وقتی میاد تهاجمی میاد چون شب اول نمی قر بزنه ده شب تعمل کرده شب 11 میاد قر میزنه 11 شب قور رو به تو تو یه دونه صحنه میزنه و تو تهاجمی می... تو تهاجمی باید جواب بدی واقعیتش اینه حالا مثال واقعی برات میزنم من همین شخصی که میگم خودمم من شبا باید فیلم نگاه کنم اصلا عاشق اینم که ساعت 3 4 صبح خواب از اون بیدار میشم و انرژی سنگی دارم میزنم فیلم می رو روشن میکنم بعد از نیم ساعت و چه هم خوابم میبیره نمیتونم تموم کنم ولی اون نیم ساعت چه دقیقه عشق میکنم با اون فیلمه بعد آه. اه ما دوست سه تا دوست قبلی فیلم میذاشتم نگاه میکردم میخوابید مثل بابایی کونشم قلومه می که طرف ما هر یه گازم میگرفتیم از اون عالی بود بعد از شیش ماه صدا تلویزیون زیاد اذیت هم میکنه نمیتونم بخوابم دعوا و فلان و من دیگه مثلا صدای دو میذاشتم بعد تلویزیون ساب تایتل میخوندم اصلا سه تا اصلا صدا نداشت از این حرف برای همش عجیب بود که آقا تو که اوکی بودی شش ماه پیش بعد دو سخر بعدی اومد دقیقا همین داستان دوباره اتفاق افتاد اول شش ماه یه سال اول اوکی بود ولی بعدش صدا اذیتش میکرد بعد النا اومد تو بازی النا اومد تو بازی شش ماه ما یه سال اول اوکی بود یه شب داشتم تلویزیون رو یهو بلند شد گفت اه صدای تلویزیون از دادم میکنه نمیتونم نمی بخوابم و من اینجوری این ریموت رو ورداشتم که صدا رو کم کنم خیلی تایید دارم هم ناراحت شدم که ای وای بند خود رو اذیت کردم بعد که منم صدا رو کم کنم یهو یاد دوتا رابطه قبلی مفتادم گفتم ببین نمیشه به خاطر اینکه وقتی من رو کم کنم شبای من که یکی از خوشحال موقع های روزانه منه از بین میره و من تو دو دفعه اینو امتحان <applause> کردم از بین رفته تو ریموتو گوشتم زمین بلون گفتم گور پدرت همینه که هست و گفت وا ساعت چهار صبح داری با سری بلند تلویزیون نگاه میکنی چه حرف من غیر منطقی میزنی گفتم ببین من تلویزیونم ستابم اینجاست گلم هم اینجاست همه چیم اینجاست خونه چهار تا اتاق دیگه داریم چهار تا اتاق, 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 مهمون داریم برو توی که اتاقا بگی بخواب دو شک و تو فرقی نداره برو جدیگی بگی بخواب ولی من نمیتونم بکنم اگه انقدر به فشار داره میاد برو توی اتاق دیگه بگی بخواب فشار ازت اد... واه هیچی رو تلفن نیست داره زنگ میزنه <applause> این چیه؟ آها آه، میسمه چه این میسمه سکسی؟ خوبی برادر گولمنده بعد یه ذره شده خوبی... میستد کردم تورنتو خدا ببین من رفتم یه فستیوالی نزدیک تورنتو به تایم دارم گفتم میخوام بیام تورنتو یه فستیوالی بود نزدیک تورنتو اولش که جات خالی دوبارنش که اینو یه جایی گرفته بود اصلا آنتن نمیداد نام اینترنت که تعطیل بود آنتن هم به زور میداد یعنی چی میشد یه اسمس میرفتی من. او. دیگه نش و اصلا یه, یه ساعتی هم با تورنتو فاصله داشت من فکرم نزدیکه گفتم خب میام مثل تورنتو تو رو هم میبینم بعد دیدم نه بابا فاکتاب یه ساعت تا تورنتو فاصله داره بعد هم اصلا به وضعیت توپاتی که بود داره. حالا داره خیلی حالا ببین باید فقط ده... تو پادکستی ها همه حرفا داره زب میشه گفتم بده <laughs> من توی پادکستم بعد وسطش اومدی دیدم, دیدم دیگه میسمه گفتم اگه میشه میسمه جواب ندم <laughs> بگو موضوع چیه صحبت کنی <تصحن> آقا موضوع اینه که آقا پسر چرا اینقدر لوزرن چرا همه دختر دارن میزن تو سرشون پسر همه قبول میکنن یا رفیق دارم میلیونره میره تو آفیسش میشه یواشکی دراگ میزنه چون دوست داره دراگ زنش نمیخواد بفهمه زنش بفهمه عصبی میشه یه رفیق دارم میخواد تلویزیون نگاه کنه تو تلویزیون کن. چون زنش به صدا در اتاقو باز میذاره میخوابه میگم خب خودت ببینید چرا؟ نه تو رو خوب کن ببین کن از لحاظ فیزیکی شهیدی که میگن آقایون خب فیزیکی قوی دیگه شما مثلا اگه یه خانوم با آقا درگشه آقای میتونه قدرت فیزیکی استفاده کنه در اکثر مواقع خب آقایون با قدرت فیزیکیشون شناخته میشن خانوم ها توی این فرایند تو این شرایط قدرت اموشنالشون رو استفاده میکنن شما اگر بخوای به یکی غلبه کنی سعی کنی با زورت غلبه کنی خانم ها سعی میکنن با اموشنشون غلبه کنن به خاطر این خانم ها خیلی خوب میتونن ما رو اموشنالی منیپیولیت, منیپیولیت کنن فهمیدم و اینجوری میشه که شما یه دفعه مثلا میبینی همه جوره شاید زورت بچربه ولی از لحاظ احساسی خودت نمیتونی قبول کنی که اصلا جلو دوست دخترت خانومه یه دفعه اصلا مواد مصرف کنی میدونی یه کاری باید کرده که انگار اسیر این احساسه شدی که قشنگ هم اصلا چیز بدی نیستش ولی خب من بعضی خودم فکر می‌کنم چرا من به حرف خانم گوش میدم خودم نمیدونم اسیر احساساتم احساسات بس خدا سوید ببین میکسم اونجا حکی میفهمی من زن دارم زنم رو گوشتم چهار روز اومدم تنها پشماش میدوی خیلی مثلا مرده یه جو من نگاه میکنه اینگاه مثلا امام زمان ظهور کرده نه امام میکنم واقعا زنت میذاره بیای. گفتم یه چی یعنی زنت میذاره بیای. برای چیز دارم حق داشته باشه تصمیم میگیره که من میتونم یا من میخوام برم تورنتو گفت خود چرا نمیاری گفتم چون دو تا بچه دارم میرم مدرسه یکی بعد اون دو تا رو نگهداره اگه نرشم اون میتونست بیاد بابا سویز جان شما زن داری یکی دوست دختر دار داره ما که اشکال نداریم دو روز از آتابا پا پای پایونو میذاریم بیرون باید به صد دفعه جواب پس داریم من نمیدونم برای با چی من جواب پس از از آباشان میگیرم از آتابا دو روز میرم بیرون بابا من چرا باید جواب پس دارم من نه دوست دختر دارم نه زن دارم دیگه آقا من گنگ تر از میسم تو دختربازی نگ یعنی اگه میسم داره میگه اوه باید وضع خودمکی داری پادکست میگیری؟ آره اینا رو هم میخوایی بذاری؟ اصلا اصلا, اصلا اسم پادکست یکی شد میسم عکس تو رو میذاریم خودم و خود مهمون سانسور میتونه اصلا این ما حامیت نداریم اوه باید او من اون پادکست رو که تو منکور گرفتیم هنوز دارم ترکشاشو میکنم چقدر خندیدیم ولی سلام میکنم به همه بچه های کانال سوهل اقتصادی. اشخانه. خیلی عزیز دلسا من فقط زنگ زدم بکنم که من خدای نکرده بیا تا واقعا حواسم بود و واقعا هم دوست داشتم ببینمت و خودمم اگه جای تو بودم اصلا ناراحت میشدم میگفتم ای بابا این من وایس ای به سئول دادم نمیتونم. نه بابا با. با. اصلا با. با. به چپت نباشه فقط امیدوارم زودتر دور بیه ونکوور ببینمت یا اینوری. من اتفاقا میام زود میام مطمئن باش به زودی میام ونکوور. برو بریم پس. حتما بزودی میام ونکوور. دمه دیگه برو ایز هم ادامه پاتیه همه بچه هم گرم یه لایک هایتون نره عشق هایی مرسی لابی بابا چه عجیب بود زنگ میزد ولی زنگ نبود نره هره خب حالا خوب شد میوتش هم نمی کرد دو دارو پیزنم آره نکته جالبی اشاره کرد همون اموشنی که گو آره ولی خب اموشن مرد که میگم دقیقا هم اونجاست نمیشه گفت فقط اونجاستا ولی این قضیه رو خانوما خیلی قشنگ بردن هندلش بکنن مثلا میگه اوکی انجام نمیده امشب یه یه حال اساسی بهت میدم اون موقعی که حالت خوب بود اون موقع بهت میگم بعد اون موقع که مثلا قبول کردی با حال خوب دیگه بعدش نمیای به نه میگه بابا زایست اون موقع بهش گفتم اوکی میدونی من دوست دخترم مثلا به خواسته مثلا می اومد اونجور موقع به من گفت من هم موقع موچشو می قاطی می <applause> <applause> آره ولی در کل ایموشن دیگه مرد ایموشن آره من خیلی دارم میخواستم چون... بگم و بگم به جون مادرتون نگران باشین ترین تصمیم زندگیتون پارتنرتونه من تا پارتنر آشغال داشتم حالا بچه های بدی نبودن ها یعنی واسه من آشغال بودن پوینت هم, هم همینه یه روان پزشک میگفتم پیشش یه مثال خیلی قشنگ زد گفتش که الماس رو نمیتونی به پلاتینوم یا طلا جوش بدی میگه کدوم بده چاله خیلی قشنگ میگفت واسه هم میگو آقا تو الماسی زنه پلاتنوم ما نمیگیم زنه پتیار است نمیگیم آشقاله میگیم آقا پلاتنوم تی تای بهترین آهنیه که میتونه باشه تو هم تای بهترین مینرالی که میتونی باشی به هم نمیخوری دادا بی خیال شی طلا آره. و طلا برید آره. هم نمیم چه جوی به هم میچسبن <applause> این مزخرف هایی که ببین. تفاوت خوبه و متفاوت و هم دیگر اتک کنید همه زره اینا همه دروغه یه چیز هم بگم ببین دخترا با ایموشنشون کلا بزرگ میشن قشنگ یاد میگیرن که چجوری ایموشنشون هندل بکنن خب ولی پسرها این چیزها رو یاد نگرفتن پسره مثلا حالش بد میشه میخواد گریه بکنه مرد مگه گریه میکنه خب برای همین وقتی یه پسر کات میکنه ببخشید کونش پاره میشه شیش هفت دختره مثلا سه ماه گریه میکنه تمام میشه میره چون ایموشن خودش رو میشه گفت قف... هفته تمومه چی فکر آره دیگه دختره میشه گفت قف... مثلا ایموشن اگه یه ای آدم بخوای در نظر بگیری ایموشن اون آدم مثل یک آدم چه میدونم بالغه ولی ما پسرها ایموشن اون مثل بچه است برای همین حریفش نگم پراکورکت بریزه یه تئوری شرف به النا گفتم النا گفت خدای راست میگی گفتم ببین ما دو تا موجودیم زن و مرد به قول همین میسم حرفی که زد خیلی دقیقا همین پوینته گفتم مرد با زور یاد گرفته زندگی ببره جلو توی گروه پسرا همیشه اکثر اوقات حرف منه چون اکثر اوقات من قویترین آدمم ولی یه نفر قویتر بیاد منم سری خودم میام میگم شما چی گفتی خب یه سیستم ما داریم کار میکنه دخترها به قول خود میسم اموشنالی کار میکنن <applause> با احساساتن حالا من الان با زنم دوام میشه. زن من میتونه احساساتی مادر منو سرویس کنه چون هم بلده هم توش داره. بهتر از منه. این دو طرفه منم میزنه زمین. حالا با همون منطق اگه من یهو بزنم حمله کنم روز سه شنبه ساعت چهار شروع کنم کتکش زدم اون شانسی نداره تا تک و تک میخوره یعنی میفته زمین کبود و دردون زنم اگه بخواد به من حمله کنه احساساتی من از نظر مغزی و احساساتی کبود و دربه داغون میشم حالا اگر من به زن حمله کنم مکسیموممو بشنشون نشون بدم زن یه تلفن میزنه پلیس پلیس هم میبره زندان من اگه زنگ بزنم پلیس بگم که زنم من نظر احساسی من رو داغون کرده میخنده گوشه رو قطع میکنه و این یکی از بزرگترین مشکلات الان زندگی ماه که ما اومدیم قانون گذاشتیم توی قانون دنیایی که بیقانونه بعد قانونه باید قانون رو فقط رو نصف گذاشتیم فقط رو زور ام. یعنی مثلا میگم باید یه قانون بود تو میگفتی آقا زن رو اعصابم بعد پلیس بعد میبرش زندان بعد تو جلوی قاضی میگفتی که چرا رفته رو اصابت آقا آقای هر روز من میاد میگه من این صدا عصبانی میشم این هم این کار میکنه و قاضی آقا مادر مریضی دیگه به این رفتی رو اصابتش حالا مثلا میگم و ما اینو نداریم ببین پسرام ببین پسرام چرا پسرام یه قدرتی دارن و اونم اینه که وقتی که دست دختره کلن رو میشه واسه پسر خب خیلی خودم خیلی تجربه کردم دختره میاد آخرین هایی که به ذهنش و به زندگیش میرسه میاد مثلا رو میکنه خب مثلا حالا اکس قبلی اونه میگم قبلی ترشو میگم ممکنه ببینه ناراحت <تصفح> شد توی شرایطی مثلا قرار گرفته بودش که ممکن بود بهش تجاوز بشه خب و من تو اون شرایط گفتم خب اوکی اصلا این چیزی که داره تعریف میکنه تو مغز نمیکنجه این فقط میخواد بگه ببینه که آیا غیرت مردانه من هنوز براش زنده است آیا من هنوز از احساسم یه چیزی براش مونده یا نه خب و این کار رو دقیقا اکس آخرم هم انجام داد تو این کار رو میان میکن و, و, مرد وقتی این چیز رو میفهمه دیگه هیچ راهی نداره برای اون دختر که بتونه مرد دوباره به دست بیاره ولی خب دیگه چه فایده کار از گذاشته آره اون که منم اون دیدم وقتی که تموم میشه دیگه یارو میاد همه کار میکنه بالانس میزنه ولی خانوما واقعا چیزا یه دونه داستان دیروز شنیدم پراکر کمریخ یه یارو زن داشته زنش تصادف میکنه میده تو قسمت بقاله رو میشه سبزیجات بعد این میاد چیز میکنه دو سه سال داشته از این زنه نگهداری میکرده بعد من تولد سی سالگی زن از چیه این میخواد بره یه دونه ویدیو درست بکنه از عکس های دختره که واسه تولد مثلا پخش کنه بعد میره تو تلفن زنه بعد میره تو تکساش بعد یه تکس پیدا میکنه با یه نفری که شماره است فقط که دوستت دارم دوستت دارم کجا میای کی دارم میام بذار اینو بپیچونم تا چند دقیقه بپیچونمش اومدم بعد میگه بپیچونمش منو داره میگه کیو میخواد بپیچونه بپیچونمش مشش منم بعد از اونور میگه ساعتش ساعت چهار بوده تکسش که دارم میام طرفت زن من چهارونین تصادف کرده <متصفيق> و زنی که الان من سه سال نمازش نگهداری میکنم به خاطر احساس کردم وظیفمه این پتیاره داشتی میرفته به یه نفر دیگه بومچیکی بوم کنه تو راه بومچیکی <متصفيق> <متصفيق> بوم چون هیجانی بوده تصادف کرده و یه بار اینو نگفته که آقا من شرم دارم به تو بذار بگم داستان چیه نشستی سه سال روی چرخش فقط گفته آب بده قرص بده کمرم میخاره و به رو خوش نیورده بعد رفته بود اون پسرانم گیر رو برده بود کیه این حرفا و پسر روی فیسبوکش با یه دختره دوست شده بوده و تاریخ دوستیشون چهار روز بعد از تصادف این بوده بعد میگه این پتیاره منیو که سه ساله روی تخته رو ازش دارم نگهداری میکنم دو در کرده واسه کسی که تو چهار روز رفته توی رابطه دیگه میخوام بچه چه چیزون باز چه دختر چیه اون چیز ملوسی که میاد بغل میکنه میگه امی دوست دارم دست تو من این دو دستی هم دستتو میگیره اینا همش فیلمه این مادر سه دختر واقعا باید قیافش مثل میبود بعد قشن اجدایی میگه دو شد دارم تو اجدایی رو هنوز میبینی میگه اوکی اجدایی خوشو دو خل مثلا قیافش هم کیوت گم میشه یادم میدونی که جوله چش پسر گره اینجوری گرفته میشه خب موقعی که نقطه ضعف پسر دست دختر است خب کارش نمیتونه بکنه هیچ کارش نمیتونه بکنه من خودم دو روز پیش تو دیسکو بودم رفتم رقصیدم و وسط و اینا و دیدم یه دختره داره به پسره پسر پسرم چقدر با هم حالشون خوبونه اونم من اصلا به, یه ورم گرفته بودم اونا رو بعد دیدم دختره به زور اومد عینک منو گرفت عینک <بعد> منو گرفت گذاشت رو صورتش و شروع کردن رقصیدن و اینا من گفتم خب این از من خوشش میاد دیگه بعد عزیز سلام چطوری پول در بله چقدر 5 دلار 5 دلار چه کی چقدر کم میدونم او برو این پسرتو یکی از خفن ترین های دنیا میشه من اینو مطمئنم به خدا چی 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 میگم پسر یکی از خفن ترین های دنیا میشه ببینیم نمیدونیم آیندهش از الان میشه دید نمیدونیم بزرگش ببینیم چی میشه حالا بعد داشتم میگفتم دختره اینا که اورد به من پس بده بعد گفتم خب اینستاگرام تو بهم بده دیگه اینا که منو گرفتی رفتی رقصیدی فلان گفت باش گوشی من ورداش اینستاگرامش رو زد و اینا منم یه دونه پیام فرستادم های بعد دیدم این پسره رفت تو باقالی پسره قاطی کرد پسره اصلا نوراحت شد بعد آمار در وردم دیدم مثل یکی پسره خرج اونو میداده خرج دختره رو دختره و اوکراینی انقدر قشنگ برامدگی اوف <تص> بعد دیدم 24 دختره چسبیده به پسره که از ناراحتی درش بیاره یا آقا من گوه خوردم تا اینکه آخر بالاخره رازیش میکنه و بعد دیگه با هم دور میرخسن و بعد بعد از دیسکو که رفتن بیرون دیدم دو تایی با هم نشستن تو ماشینم با هم دارم میرن نکته جالبش اینجاست دقت بفرمایید <تص> این دختری که داشت اینجوری فیل بازی میکرد جلو پسره فرداش اومد به من جواب پیام نه فرداش نه یه ساعت بعدش به من جواب پیام رو داد بعد فرداش بهش گفتم که اون پسر دوست پسرت بود گفت نه دوست پسر من نبود بعد گفتم که خب من خیلی ازت خوش آمد دوست رو ببینم هم. گفت جدی بایی گفتم آره عزیزم <applause> بعد گفتش که شهرم یه خورده دور و اینا بعد گفت خب فلش کن دیگه تو دلم گفتم خب ببین تو اگه با من بیای همزمان میری با, با یکی دیگه <applause> فقط خواستم آره فقط برام خیلی جالب بود که دختری که مثلا یه پسر دیگه داره واسش خرج میکنه اومده به من خیلی راحت پا میده و کلا دوست داره دختر جماعت دوست داره دلبری بکنه دوست داره مثلا دوست پسر داره چون شوهر داره واسه یکی دیگه دلبری بکنه و خیلی هم دوست داره آزاد باشه مثلا به دوست پسرش به شوهرش بگه که ببین منو آزاد بذار خب هر غلطی که دوست دارم بکنم هر گویی که دوست دارم بخورم خب بعد من آمدم میشه تو تو منو بپذیر بعد ببین من وقتی آزادم من دیگه ببین با تو میمونم <applause> پسران نباید در اون نقش پسر مرد خوب بازی بکنن که یه همچین آدمی رو تو زندگیشون را بدن چون اون آدم قشنگ بلده که چطوری نقطه ضعف بگیره چطوری دهن تو سرویس کنه چطوری خوب. همزمان پسر تو آب نمک بخوابونه ها؟ اصلا ببین چرا اینجوری بلدن کات که میکنی کات که میکنی در همون لحظه دختره از آب نمکی که در میاره خب آره. اصلا پسر رو تصور بکنه بعد منم خب تنها راه مقابلش چیه اینه که به اون دختر بفهمونی ببین دور من هم دختر هست ببین این اینستاگرام منه تو هم داری انقدر دختر به من پیام میده اونجا خودش رو جمع میکنه یعنی در واقع حسادت دخترانه رو باید ما پسران ازش استفاده بکنیم و دختران رو تحت نظرمون بگیریم حالا نمیخوام خیلی داره نمیخوام خیلی به هم ولی همش تجربه است همش بر اساس تجربه است پسر تا بگانه رو یاد نمیگیره و من خودم یه آدمی بودم که تجربه بودم بعد همه چیز رو تجربه میکردم تا یاد بگیرم ولی خب دیگه چه فایده بعدش یک ضرری رو دادی رفته پولت رفته زمانت رفته خیلی خب آقا من قبل از این ویدیو رو تمام کنیم یه دونه ویدیو دانیال فرستاده آره 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 ویدیو رو باکن میخوام باکنش تو اینا با هم ببینیمش من تا نایدمش دانلود میشه خب خب شد دانلود شد

اون دیگه ما میخوایم و دارن رو میگیرن دعوتتون گرم خیلی <تصفح> من امیدوارم شکلاتی دوست داشته باشی به خدا <تصفح> من هیچ دختری نبود که بیاد جلو بش بگم نه یعنی من اه. آه اگه کسی بیاد پاورد امکان نداره بگم نه چون امکان نداره یه جا پیدا نکنی بکنی تو دیگه دوست داشته باشی میذاری تو کف دستش ببین <تصفح> <تصفح> دیگه دیگه رو نمیشه تو یوتیوب نشون داد دیگه خدا وکیلی <تصفح> قوی بود <تصفح> آقا دمت گم مرسی وقت گذاشتی شب خوبی داشته باشی برای عکس شب روز خوبی داشته باشی روز خوبی داشته باشی